یو 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 سلام سلاتین قلبم خیلی خوش اومدین به چنل خودتون امروز میخوام ده تا حقیقت واقعا پشم ریزون در مورد سیگار بگم از کمپانی های سیگار، تجارت میلیون دلاری سیگار، زباله های ناشی از سیگار و چیزهایی که مغزتون رو میترکونه برای همین با من باشین اما قبل از اینکه که ادامه رو ببینم میخوام یک جمله از آلنکار بگم در کتاب ترک سیگارش آلنکار میگه اولین سیگار انقدری بدمزه است و انقدری ما رو به صرفه میندازه و انقدری بده که ما پیش خودمون میگیم امکان نداره من هیچ موقع معتاد سیگار بشم واقعا اگه اولین نخ سیگار خیلی به ما حال میداد شاید ما میترسیدیم و دیگه سمتش نمیرفتیم کمربنداتون رو ببندین من شما و ده حقیقت پشت میزون در مورد سیگار برو که بریم اولین مورد استفاده تفریحی از تنباکو به قرن نوه میلادی برمیگرده وقتی که شکلهای اولیه سیگار و سیگارت در مکزیک و آمریکای مرکزی کشف شد و سپس در اسپانیا تولید شد که باعث شد در اروپا مصرف سیگار رواج زیادی پیدا کنه و سریع بتونه توی اروپا محبوب و محبوب تر بشه در ابتدا تنباکو به صورت گسترده در پای یا سیگارهای برگ کشیده می شد. اما از سال 1856 تنباکو به شکل مدرن در قالب سیگارت هایی که امروز مصرف میشه تولید شد و همین باعث شد که یک جهش عظیم در استفاده از تنباکو و سیگارت در کل دنیا ایجاد بشه در اوایل قرن 20 بود که سیگار به صورت انفجاری در کل دنیا رشد پیدا کرد و خصوصا در آمریکا مصرفش به طور عجیبی افزایش پیدا کرد به طوری که در اوایل قرن 20 50 درصد مردان در آمریکا و 33 درصد زنان حداقل 100 تا سیگارت در طول یک سال مصرف می‌کردند و دقیقا همون موقع بود که جامعه و دولت به فکر کمپین ها و قوانین مبارزه علیه سیگار افتاد و در مورد عوارز اون شروع به تحقیق کرد ماشاءالله هزار ماشاءالله سیگار پر از ضرر برای سلامتی که ثابت شده و هیچ شکی در اون وجود نداره از بیماری های قلبی، مسانه، پروستاد، ریه و امثال هم. سیگار بیشترین علت مرگ قابل پیشگیری در آمریکا هستش به طوری که از هر پنج تا فوتی در آمریکا یک نفر اونها به علت عوارض ناشی از سیگار فوت میکنه تحقیقات زیادی نشون داده که کسایی که منظم سیگار میکشن به طور میانگین در مردان 13 ممیز دو و در خانوم ها 14 سال از عمرشون کاهش پیدا میکنه همچنین پسیو اسموکرها ها یا کسایی که دود سیگار رو استشمام میکنن اما خودشون سیگاری نیستن هم از این عوارض سیگار کم زجر نمیکشند. به طوری که در آمریکا سالانه 46 هزار نفر غیر سیگاری به خاطر عوارض ناشی از سیگار و مشکلات قلبی ناشی از سیگار فوت میکنن تا قبل از اینکه ضررهای سیگار شناخته بشه کمپانیای سیگار تا میتونستند در ملع عام و توی تلویزیون تبلیغ میکردند تا اینکه رئیس جمهور نیکسون در سال 1969 در کاخ سفید شروع به جنگ علیه مواد مخدر کرد و در سال 1970 نیکسون تصویب کرد که سیگار تبلیغش در تلویزیون و جای دیگه من بشه و روی سیگار حتما باید برچسب های زرر داره براتون خودتونو بگاندین سرطان زاست و از این جور چیزا حتما باید روی سیگارها چاپ بشه با اینکه تبلیغات کمپانی های سیگار ممنوع شده بود اما برخی کمپانی ها تلاش میکردند تا به صورت غیر مستقیم سیگار خودشون رو تبلیغ کنند مثلا کمپانی کمل که سیگاراش واقعا من خودم کمل بلک و خیلی دوست دارم یه کارتون تولید کرد به اسم جو کمل که یک شطور توی این کارتون سیگار میکشید و خیلی هم شخصیت جذابی بود و هدف این کارتون قرار دادن بچه ها به عنوان گروه هدف بود تا اگر این بچه ها قرار بود روزی سیگاری بشن به صورت ناخداغا به سمت کمل روی بیارن و کمل بتونه کل زندگی این افراد رو درگیر سیگارهای خودش کنه یک شرکت حقوقی از کمل به خاطر این کارتون جو کمل شکایت کرد و گفتش که این کارتون هدفش قرار دادن گروه سنی بچه ها برای سیگاری کردن اوناست و کمل مجبور شد که ده میلیون دلار به شرکت های حقوقی پول بده تا از این شکایت صرف نظر کنند و همچنین مجبور شد تا این کارتون رو از تلویزیون ها حذف کنه پشماتون سلاتین در مورد گردش مالی سیگار بریزه یعنی بریزه ها کمپانی های سیگار خیلی بزرگند. در حال حاضر بیشترین کالای مبادله شونده در دنیا سیگاره و سالی 400 میلیون دلار گردش مالی داره در سال 2013 ایالت های آمریکا 25 میلیون دلار مالیات از کمپانی های سیگار گرفتن افرادی که در آمریکا به طور منظم سیگار میکشند سالانه حدود 3300 دلار خرج سیگار خودشون میکنن و مخارج درمانی ناشی از سیگار سالانه 333 میلیون دلار خرج روی دست بیمارستان ها دولت و مردم میذاره. سیگار بزرگترین آشغال دنیاست که در طبیعت رها میشه برای همین خیلی از حامیان محیط زیست هر سال علیه سیگار بیانیه های منتشر میکنن و کمپین هایی تشکیل میدن پشماتون بریزه که یک ممیز 6 میلیون پوند وزن فیلترهای سیگاریه که در سال در طبیعت آزاد میشه سیگار بیشترین آشغال در طبیعت بعد روزنامه و فیش‌های بانکی و هر آشغال دیگه ای که فکر کنین هستش علا رقم تمام بگاهی هایی که سیگار قرار بده و تمام عوارضی که سیگار داره دولت ها سعی کردن محدودیت ایجاد کنند. مثلا در بار و رستوران ها سیگار نکشند که اون هم به صورت کامل اجرا نمیشه با این حال یازده تا از 60 تا شهر پر جمعیت آمریکا قوانین سفت و سختی علیه سیگار ندارن و اجازه میدن که در بارها و رستوران ها سیگار کشیده بشه همچنین در آمریکا سیگار خریدن برای افراد زیر 18 سال ممنوعه اما خب خنده داره که افراد زیر 18 سال میتونن سیگار بکشن فقط باید بنده های خدا پشت در سوپرمارکت وایستن به یکی پول بدن بره براشون بخره خیلی جالبه سلاتین که دود دست سوم سیگار داریم یعنی وقتی در محیط یکی سیگار میکشه اون دود روی اجسام توی محیط مثل مبل خونه مثل داشبورد ماشین میشینه و یک حالت سرطانزایی جدیدی ایجاد میکنه یعنی خیلی جالبه که اگه دود سیگار هزار تا ماده سرطانزا داره وقتی در محیط قرار میگیره این مواد سرطانزا به خاطر واکنش با محیط تغییر شکل پیدا میکنن و تا چهار هفته بعد از اینکه سیگار در یک محیط کشیده میشه ممکنه عوامل سرطانزا روی اجسام اون خونه بمونه آیا سیگار چاق کننده است؟ بله حدودا 20 درصد سیگار از قند تشکیل شده و شاید برای همتون پشمریزون باشه این مسئله و یکی از عوامل مهم سرطان ریه در سیگارهایی که نیکوتین و قطران پایینی دارن همین شکر موجود در سیگاره همچنین این مسئله توجیه میکنه که چرا افرادی که سیگار رو ترک میکنن میل به آب نبات، قند و آدامس در اونها افزایش پیدا میکنه امیدوارم براتون جذاب باشه این پست و جذاب بوده باشه لطفا لایک کنید و اگه سابسکرایب میکنید کامنت انگلیسی بذارید خیلی ممنون میشم ازتون از من حمایت کنین با همین یه دونه کار کوچولو عاشقتونم اگه ایده ای دارین برای پست ساختن و مشکلی دارین که اسم میکنین اکثر جوانای مملکت داشته باشن حتما توی کامنت ها بگید عاشقتونم خیلی دوستتون دارم خاک پای شما سرمه چشم من با آرزوی زندگی بدور از وابستگی و با آرزوی ایرانی آزاد دوستتون دارم تا دیداری دیگر